خاطرات ملکه مادر تاج ملوک آیراملو پهلوی ولی تا اینجا رسیدی بودیم که بهتون گفتم این همه جنگ و جدل های عالم که از دوران و باستان تا به امروز روی داده همه به خاطر مالندوزی و قدرت طلبی و افزایش قدرت و حب جاه و مال و منال بوده خاطرم میاد یه پزشک صاحب نامی بود در تهران به نام دکتر عدل که خیلی هم ثروتمند بود حالا اداره مالیات رفته بود ازش مالیات بگیره ظاهرا اونم یه نامه داده بود به محمد رضا تقاضا کرده بود که اونو از مالیات معاف کنن حالا مثلا چقدر خواسته بودن ازش مالیات بگیرن کسی که 200 هزار تومن اون زمان درآمد داشته بهش گفتن آقا یه 200 تومن مالیات بده اگه بدونید چه نامه رقت انگیزی نوشته بود و چه عجز و لابه ای میکرد گاهی اوقات جشن و مراسم و میهمانی و اینجور چیزا میدادیم توی دربار و خب میدونید که در این مهمانی ها رجال تراز اول معمولا دعوت میشدن نخست وزیرا، وزرا، وکلا و عمرای درجه اول ارتش و صاحبان ثروت مثل مثلا آقای ثابت حبیب ثابت یا آقای رضایی و امثالهم هم قاشق و چنگال و کارد و وسایل روی میز که معمولا یا طلا بودن یا مطلا بودن یا نقره اصل می حالا اگه من به شما بگم که چقدر از این وسایل موقعی که این مردم می به دربار مفقود می شد باورتون نشه این رجال که مال دنیا رو داشتن بینیاز بودن و از تر، افراد تر، طبقه اول مملکت بودن موقع شام قاشق و کارد و چنگالشون رو می با خودشون می بردن. یه دفعه خاطرم هست گفتن که مچه یک سپه بود ارتش رو حالا نمیخوام اسمش رو بیارم موقع گذاشتن قاشق چنگال تو جیبش گرفته بودن و اونم گفته بود به خاطر یادگاری جشن امشب تصمیم به این کار گرفته وقتی ملاحظه شد میهمانا دست کج هستند محمد رضا گفت که به دربار که در میهمانی ها و اینا اعلام بکنن اگر هر کدوم از میهمانا میخوان یادگاری از اون شب داشته باشن و از وسایل بردارن چیزی میتونن بردارن به شرط اینکه اعلام کنن حالا گناه هرچه تقصیرات هست هرچی دزدی شده تو مملکت میندازن سر پسر من آخه یه نفر آدم چطوری میتونه این همه دزد و ریاکارو کنترل کنه خب شما میدونید که قبل از اون که سازمان امنیت یا همون ساواک درست بشه ارتش از زمان رضا همسرم دستگاه اطلاعاتی داشت این دستگاه اطلاعاتی مثلا مرتبا خبر می آورد که فلان سپه بود یا فلان فرمانده لشگر جیری سربازها رو دزدیده خب شما ملاحظه بفرمایید بدبختی ما چی بود که به یک آقای تیمسار خونه میدادن اتومبیل میدادن حقوق میدادن مسافرت خارجی میفرستادن تازه میرفت جیره سربازهای بدبختم میدزدید رضا هم, می دزدید. رزا هم خصوصیت خاصی داشت. جلوی دوزدارو می میگرفت. ولی باز با همه اینا نمیتونست همه جلوی همه رو بگیره. چه برسه به محمد رضا در یک کلمه بگم همه دوز بودن فقط شدت و ضعف داشت. سیاست رضا این بود که بگیره و ببنده و کتک بزنه و مجازات کنه. اما محمد رضا میگفت اونقدر بدید بهشون تا چشمشون سیر شه و طرف دزدی نره. مهازا باز هم دزدی میکردن و از اتفاق اون که وزش بهتر بود بیشتر از همه میدزدید آقا رئیس اداره آگاهی که باید دوز بگیره خودش دوز بود من یه خونه در داخل شهر داشتم که گاهی اوقات برای دور بودن از تشریفات کاخ و محیط دربار میرفتم اونجا با دوستام می میشستیم نشست پرخواست معمولی و بگو بخند و اینا یه دفعه به این خونه دزد اومد و مقداری از اموال گرانبها ها و اینای شخصی منو دزدید اون موقع سرهنگ بهزادی رئیس آگاهی بود مدت ها از این گذشت و علا فشار ما این دوست پیدا نشد که نشد. یه شب در یه میهمونی یک خانم جوان خوشبر روی رو دیدم که گردنبند بند بس... گم شده من تو گردنشه اونو صدا کردم در مورد گردنبند بند پرسیدم گفت معشوقش بهش داده و به هر حال وقتی تهوت شده در معشوقش کیه معلوم شد که همون سرهنگ بهزادی بوده اون شب چیزی نگفتم نخواستم مجلس به هم بخوره فردا صبح قضیه رو پیگیری کردم و معلوم شد رئیس آگاهی چند دوز رو گرفته و دوز تا برای اینکه بتونن به اصطلاح تبرئه بشن یا کوتاه بیاد این آقای بهزادی از چی؟ ام... اموال دزدی رشوه های کلانی به این آقای بهزادی دادن یکی از اون رشوه ها گردن بنده من بوده که اونم ملک سعودی هدیه داده بود به من به رئیس آگاهی این گردن رو دادن و اون رئیس آگاهی هم بدون اینکه اصلا تحقیق کنه که این گردن مال کیه با اینا برداشته داده به معشوقش به هر حال همین مسئله باعث شد که رئیس آگاهی از کارش برکنار شد اما البته چه فایده یه دوز میرفت یه دوز دیگه میامد البته باید بگم تا قبل از نخست وزیری امیر عباس و تا حدودی کنترل وجود داشت و با دزدی و فساد حدل امکان برخورد می شد. اما از وقتی هویدا اومد دامنه فساد و دزدی بین دولتی ها زیاد شد و این هم به نظر من سه علت اصلی داشت. اول از همه اینکه هویدا اعتقادی به برخورد با دزدها نداشت. می گفت مملکت اونقدر ثروت داره که به همه سهمی میرسه. دوم اینکه در دوران حکومت هویدا درآمد مملکت به واسطه گران شدن قیمت نفت اونقدر زیاد شده بود و اونقدر پول تو مملکت ریخته بود که یادم هست برای بلیت های بخت آزمایی جایزه هایی میذاشتن که اگر مبالغی بود انقدر زیاد بود که بلیتو میبره بهش یه پارو میدادن که پولا رو پارو کنه و ببره در مورد هویدا چیزی که میتونم بگم اینه که آدم به خصوصی بود. دستایی نرمی داشت. بعضی ها میگفتن که آدم خونساییه. من شخصا از این حالت او چیزی دستگیرم نشده بود. ولی در جلسات میهمانی و جشنهایی که منم بودم و گاهی به اون برخورد میکردم میدیدم که زیاد با خانم ها جوش نمیخوره. زن هم که گرفت دو سه ماه دوام نیاورد و لیلی امامی که از قضا دختر خوبی هم بود به خاطر همین سرد مزاجی و هویدا از او طلاق گرفت البته هویدا آدم خوشمزه بود و خیلی اهل جک گفتن و اینا و ما سر به سرش میذاشتیم و با چیزای خندهداری که میگفت مجلس رو گرم میکرد همیشه اما به نظر من به درد ریاست دولت نمیخورد و محمد رضا مجبوراً اون رو نخست وزیر مملکت کرده بود موقعی که نخست وزیر شد یه کارایی از او سر میزد که از نخست وزیرای سابق سر نزده بود و همین سبب شایع شد که اون بهاییه البته ما میدونستیم که پدرش بهایی بوده اما اینکه که هویدا بهاییه بیشتر با هدف ضربه زدن به حکومت پسر من و شخص هویدا بوده چون در یه مملکتی که مردمش مسلمانن اونم شیعه نمیشد که نخست وزیر بهایی باشه من چون از نزدیک هویدا رو میشناسم باید بگم هویدا بهایی نبود که هیچ به هیچ مسلک و دینی هم وابستگی نداشت و خودش میگفت در سیاست بهترین مسلک ها اینه که آدم به هیچ مسلکی پایبند نباشه در جوانیش خیلی کارا کرده بود و حتی رفته بود عضو حزب کمونیست لهستان شده بود مثلا یه روز در این مورد ازش سوال کردم جواب داد که اون موقع ها بین جوان ها عضو شدن توی حزب های نامدار مد بود خیلی از دانشجوهای ایرانی مقیم خارج از کشور میرفتن و عضو احزاب اروپایی میشدن و براشون هم نوع حس مهم نبود فقط اینکه یک کارت و عضویت در جیبشون باشه و پوز اونو بدن که تو فلان حزب هستن محمد رزا که به زمین و زمان مشکوک بود میگفت این آدم از همون جوانی که در اروپا بوده به استخدام سازمان های جاسوسی در اومده و عضویتش در حزب کمونیست لهستان هم یک نوع مأموریت بوده و بست. البته هویدا خیلی مورد حمایت دولت های آمریکا و انگلیس و فرانسه بود علل خصوص در بین اسرائیلی ها فوق محبوبیت داشت در واقع باید بگم که یک قهرمان برای یهودیای فلسطین بود چون در موقع جنگ از لهستان که خیلی یهودی داشت تعداد زیادی یهودی رو به فلسطین قاچاق کرده بود خودش یک ماجراهایی رو تعریف میکرد که از صد تا فیلم سینمایی هیجان آورتر بود مامر رزا میگفت او عضو یک سازمان قوی مربوط به یهودیا بوده من اسم این سازمان رو نمیدونم اما همین سازمان بود که مملکت اسرائیل رو درست کرده هویدا از خانواده های اسم و رسمدار و با سابقه در ایران نبود و به واسطه یکی از دوستان پدریش وارد خدمات وزارت خارجه شده بود البته پدرش یک زمانی سفیر بوده پدر او از صاحب منصبان وزارت امور خارجه ایران بود و بعد که مرد فکر میکنم رهنما و یا عبدالله انتظام دست این امیر عباس هویدا رو گرفت و آورد توی وزارت امور خارجه اون ایام در ایران آدم های درس خونده و زباندان زیادی نداشتیم هویدا هم به زبان عربی مسلط بود هم زبان فرانسی و انگلیسی و آلمانی رو بلد بود در واقع هویدا یک هدیه با ارزش برای وزارت امور خارجه ایران محسوب میشد در اون سالها که قتل رجال بود هویدا به واسطه این زبان و این تحصیلاتی که در بی بیروت و بلژیک کرده بود با کمک رهنما و انتظام رشد کرد و مأمور دولت ایران در ترکیه و فرانسه و چند کشور دیگه شد بعد هم که به شرکت نف رفت و در اونجا برای خودش دوستانی دست و پای کرد تا قبل از اینکه مرحوم حسن علی منصور رو با گلوله بزنن هویدا یک مدیر درجه سوم مملکت بود و باور بفرمایید خود من اسمش رو نشنیده بودم میگفتند حسن علی منصور که خیلی مورد علاقه محمد رضا بود چند بار در جلساتی که به حضور پسرم میرفته هویدارم با خودش برده بوده و هویدا ترها و نظریات اقتصادی خودش رو برای محمد رضا شرح و تفصیل داده بوده همین و همین البته حسن علی منصور پسر بزرگ منصور و سلطنه بود و همه میدونن که علی منصور یا منصور سلطنه به واسطه اون که در مواقع بحرانی چند بار به خانواده ما خدمات ارزنده ای ارائه, ای ارائه،, کرده بود مورد توجه رضا شوهرم و همینطور محمد رضا پسرم قرار داشت و از همین رو پسر اون رو هم خیلی دوست داشتیم که همین حسن علی منصور باشه حسن علی در آمریکا درس بزرگ شده بود و درس خونده بود و یه نمونه از ایرانی آمریکایی شده بود چطور بگم ایرانی آمریکایی شده یا آمریکایی ایرانی است یه همچین چیزی وقتی هم رئیس دولت شد میخواست ادای آمریکایی ها رو در بیاره و در ایران به سبک آمریکا حزب را بیاندازه و همون کارهای زمان علی امینی رو به نوعی دیگه تکرار کنه که عجلش امان نداد دونم یادتون هست یا نه کانون مترقیرم همین حسن علی منصور درست کرد همون که بعدن شد حزب ایران نوین هویدا هم همین اداها رو داشت و میگفت به سبک آمریکا باید دو تا حزب داشته باشیم که با هم رقابت کنن و در انتخابات حکومت به صلاح ارقام حکومت کنن و هر کس از حزب رأی بیشتری داشت کابینه تشکیل بده و از اینجور حرفا که در ایران به نظر من کاربرد نداشت من حالا روی هویدا چندان اصرار ندارم اما حسن،, حسن علی منصور با یه سری برنامه ها و ترهایی که آمریکایی ها دستش داده بودن اومده بود تا شاه رو مثل پادشاه انگلستان بی قدرت و تشریفاتی کنه بعد از اینکه منصور رو گلوله زدن و در بیمارستان پارس از دنیا رفت محمد رزا هویدا رو در بیمارستان بالای سر جنازه منصور میبینه اون موقع هویدا وزیر دارایی بود البته که اشتباه نکنم محمد رزا که خسته بود و از مرگ منصور متعلم شده بود و حال خودش رو نمیفهمید چشمش به هویدا میفته با اون که معمول ایران این بود که در قیاب نخست وزیر حالا به هر علت جلسات کابینه رو وزیر کشور اداره میکرد چون اون موقع وزیر کشور یک نفر نظامی بود محمد رزا برای اینکه در دنیا نگن اوضاع ایران بحرانی شده و حالا که نخست وزیر رو زدن یه نفر نظامی اداره دولت رو به عهده گرفته چشش که به خوب ویدا میفته که بالا سر جنازه دوستش گریه وزاری میکرده به اون میگه تا تعیین نخست وزیر بعدی جلسات هیئت دولت رو اداره کنه از این رو انتخاب هویدا یه اتفاق بود امیر عباس هویدا که در بیت رجال و سیاسیون ایران آدم سرشناسی نبود و به اصطلاح یعنی همون همای سعادت نشسته بود رو دوشش و از اونجا که آدم زرنگی بود قدر این موقعیت بادآورده رو دونست و دو دستی به اون چسبید و سیزده سال تمام نخست وزیری کرد خودش یک بار به من میگفت خوشبختی در طول زندگی فقط یک بار در خونه آدمو میزنه و اگه در رو به رویش باز نکنی میره و دیگه بر نمیگرده. خیلی از وقایع زندگی و حوادث ایام و حتی ماجراهای عجیب و غریب تاریخ از روی حادثه و به موجب یک واقعه تصادفی بوده. تو زندگی خیلی از آدمای نامدار هویدا هم به سادگی و از روی همین بر مسئله ساده اومد نشست روی صندلی قوام و ها و وزرای نخست وزیرای دیگه تاریخ ایران صدر اعظم ها داشته مثل امیر کبیر احمد قوام همین احمد قوام آدمی بود که استالیم به اون عظمت رو فریب داد تنها هنر هویدا حالا این بود که با چیزی به نام مخالفت و ابراز نظر مخالف آشنا نبود هر که بالاتر از او قرار داشت حرفش حجت بود و میپذیرفت و تایید میکرد در برابر محمد رضا و ما و حتی نوه های من خازه و خاشع بود و دست علی رضا که کوچکتر نوه من و فقط چهار سال داشت اون موقع میبوسید و من از این همه درویشی و فروتنی این مرد لذت می بردم. البته ایرات فراوانی هم به اون داشتم. اول ایراد من به هویدا این بود که خیلی اه... یه مقدار سبک تشریف داشت. مرد باید مردانگی داشته باشه علال خصوص وقتی نخست وزیر مملکته. نباید پیراهن قرمز گلدار بپوشه و حرکت های یه مقدار جلف بکنه. گاهی به ما می میگفتم بابا به این هویدا بگو ادای جوانای 15 16 ساله رو در نیاره محمد رضا میگفت ولش کن مادر بذار هر طور میل داره عمل کنه بعضی وقتها هم که مثلا سالگرد تولد بود حالا تولد من و برای عرض تبریک میامد یا عید بود و جشن و سوری برپا بود اصلا ملاحظه این مقام خودش رو نمیکرد و خیلی چه چجوری بگم خیلی بچگانه رفتار میکرد اما شما میدونید که لازمه یک نخست وزیر اینه که کمی وجناتش به اصطلاح هیبتدار باشه اخلاق بزرگمنشانه داشته باشه بعضی حرفا هم که میزد اصل و اساس نداشت مثلا میگفت هر نژادی از انسان برای یک کاری آفریده شده این حرف او در حقیقت یه نوع نجات پرستی بود به نظر من یک بار هم که با هم بحث طولانی داشتیم فهرست بلند و بلایی از صفات و اخلاق و عادات ملت های دنیا رو بران ردیف کرد و گفت همه این اطلاعات رو با معاینه و تجربه شخصی به دست آورده برای اون که با خصوصیات اخلاق و طرز فکر و تلقی هویدا بهتر آشنا بشید من چند جمله از اظهارات اون رو در محافل خصوصی که با هم داشتیم براتون نقل میکنم مثلا می گفت مردم سوئیس معدب ترین مردمانند و پلیس انگلستان معدب ترین پلیس جهانه می گفت مردم چین و ژاپن سخت ترین مردم دنیا هستند و مردم فرانسه خوشگذرانترین مردم عالم یه اعتقاد عجیبی به طرز فکر سیاسی انگلیسی ها داشت و معتقد بود انگلیسی ها در تمام دنیا حکومت میکنند و حتی رؤسای جمهور و متنفذان آمریکایی را نوکر قسم خورده انگلیسی ها میدونست میگفت دو کشور دو کشور در دنیا فاقد ملت هستند یکی آمریکا و یکی اسرائیل گاهی اوقات پیشبینی های عجیب و غریبی میکرد و از غذا پیشبینی هم اکثرا درست عذاب در میامد معمرزا در امور پیشبینی های هویدا معتقد بود که او هیچ علم غیبی نداره بلکه دوستانش در آمریکا و انگلستان به اون خبر میدن. یه شگرد عجیبی که داشت این بود که افکار مخاطب خودش رو تشخیص میداد و مطابق افکار مخاطب خودش حرف میزد با اون طرف. مثلا چون میدونست که من از اشعار و آهنگای قدیمی ایرانی خوشم میاد گاهی اوقات در لابلای حرفاش اشعار قدیمی رو میگنجوند خو... می گنجند و حتی به صدای خودش آهنگم میداد تا زمان هویدا هیچ نخست وزیری در ایران نیومده بود که بتونه رضایت محمد رضا و همه برادر و خواهراش رو یه جا جلب کنه و مورد توجه فره هم بود حتی فامیل فره اینکه که هویدا یک انسان هنرمندی بود که میتونست رضایت همه این افراد رو یک جا جلب کنه در این شکی نیست هویدا می گفت هیچ امری بدون اطلاع و صلاح دیده لندن صورت نمی گره توی دنیا حتی ملی شدن صنعت نفر رو هم و یا بستن کنسولگری ها انحلال و بستن خود سفارت انگلیس و بانک شاهی رو هم تو کار انگلیسی ها می دونست. و حتی می گفت آمر جنگ جهانی دوم هم خود انگلیسی ها بودن و چون زورشان نمی رسید با بلشویکا رو به رو بشن آلمان ها رو به جون شوروی انداختن. عرض کردم که خیلی حرفاش پای و اساس نداشت.